سلام به دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به فال روزانه با شهرزاد. در خدمت شما هستم با تک کارت روزانه. خب میتونید روی این کارتا به هر نیتی که دوست دارید نیت کنید، برای هر شخصی که میخواد، کاری که میخواد، و ببینیم که نتیجه کارت چی قراره در بیاد. خب میگه در حال حاضر شما یک چشمانداز زیبا در رابطه با مسئله‌ای که میخواید بهش برسید دارید. در واقع شما پیش خودتون یک چیزی رو تصور میکنید از اون هدفی که دارید، و این هدف خیلی پایان زیبایی داره. اگر از نظر اجتماعی، کاری یا مالی نیت کردید، میگه برای شما راهی باز شده که ختم به خوشحالی و پیشرفت میشه. اگر که منتظر یک خبر کاری هستید، مطمئن باشید این خبر بهتون میرسه و شما در رابطه با استخدامی یا حتی ترفیع گرفتن در مراحل کاری خوشحالی دارید. به لحاظ عاطفی میگه عزیزم، خیلی دلت رو در حال حاضر به اون چیزی که میشنوی خوش نکن. ممکنه این در باغ سبزی باشه که به شما نشون داده میشه، برای همین چشمت رو باز کن و سعی کن واقع بین باشی و درست تصمیم بگیر. در رابطه با کسایی که رابطتون قطع شده، میگه همونقدر که هفنونگ داری، همونقدر که امید داری که رابطت دوباره درست میشه، احتمال درست شدن رابطت خیلی زیاده. ممکنه به عدد 8 شما یک خوشحالی رو داشته باشید، یک دیدار عاطفی رو داشته باشید که در حال حاضر روی اون دیدار عاطفی متاسفانه ناراحتی و درگیری افتاده. در رابطه با بچه‌ای که کراش دارید، میگه کراش شما از دور برای شما شبیه یک انسان وارسته، یک انسانی که تمام آمال آرزوهای شما رو در بر داره به نظر میاد، ولی سعی کنید ابتدا اون رو خوب بشناسید، از نزدیک باهاش آشنا بشید، بعد یه همچین ایدئالهایی رو توی سرتون بپرورونید، چون احتمال داره که این آدم یا این شخص اون کسی که واقعا شما تو ازش تصور دارید نباشه. خب ببینیم که مونولوگی به شما چی میگه. میگه اجازه نده که گذشتت یک سدی بشه در راه رسیدن به آرزوهات و آمالهایی که داری. اجازه نده گذشتت برای تو تصمیم بگیره. اجازه نده گذشتت در رابطه با زندگی آیندت خیلی تاثیرگذار باشه. هر چیزی که گذشته گذشته، تو میتونی اون رو به عنوان یک درس عبرت برای آیندت و برای مسائلی که پیش رو داری استفاده کنی. مثل اینکه خیلی از شما خیلی توی گذشتهتون موندین و در واقع یک جورایی یا دل نمیکنید از کسی که در گذشته تو زندگیتون بوده یا مسائلی که براتون اتفاق افتاده. برای همین به حساب پیام کائنات برای شما امروز اینه که خواهشن سعی کنید گذشته رو ببوسید، بذارید کنار، با امید به آینده و درس عبرت گرفتن از مسائلی که در گذشته براتون اتفاق افتاده پیش برید، که مطمئن باشید حال و آینده از آن شما خواهد بود. عزیزای دلم، امیدوارم با فال روزانه‌تون راضی بوده باشید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.